شنبه مسافرت هستن، یه جلسه رو من تو جایشون درس میدم، یه نگوشتن هفته آیند دارم درس بدم و اینا، برای همون هفته آیند کلاس نیست. من که کلاس های خودم میرم، کلاس های من تا دوشنبه هست، سه شنبه هست، چهار شنبه هست. گفتن که باید همگان رو این جلسه تحلیل بگیرن و به هیچ وجه هم مراعات نمی کنن که اجازه بدن که برداشت مثلا به این بدید و اینکه قسمت هومورفیز کنید ایزاس کلاس درست میگنم من این کتابی که برای درس انتخاب شده نگاه کردم یه مقدار از اون کتاب هست که هر صفحه رو باید یک ساعت وقت گذاشت داخل یعنی خیلی تگاه نرسته شده کتاب خوبیه ولی میگم اگه وقت نشارید هم جیر فکر کنید کتاب داستان رو بشید بخونیدش چی ازش آیدتون نمیشه باید خب من با و مورفیس هایی بخوام شروع کنم ببینید حتما مثال های زیادی از گروه تا حالا دیدید ولی معمولا اونجوری که گروه تو ریاضی ظاهر میشه اینه که یک ساختاری هست و میخوایم تمام تورم های اون ساختار رو بررسی کنیم مثلا اگر فقط n تا عدد شما داشته باشید یک تا n و هیچ ساختاری اینجا مطرح نباشه و بخواییم تمام توارون های یک تا n رو بررسی کنیم میشه تمام نگاشته یک به یک و پوشار از یک تا n در واقع میشه یک جایگشت از یک تا n حالا فرض کنیم ما یه ساختار دیگه یه هم فرضاً بخواییم حفظ کنیم مثلا زوجیت مثلا اون اهمیت داشته باشه بخواییم عدد زوج به زوج برن فردن به فرد برن اینا یه دسته از نگاشته هستن که دوباره تشکیل گروه میده عمل گروه اینجا ترکیبه یه تقارن داشته باشیم یه تقارن دیگه روش بزنیم بازم تقارن میشه چون اگه اولی اون ساختار رو حفظ کنه دومی هم حفظ کنه از ترکیبشون هم اون ساختار رو حفظ میکنه یعنی اگه اولی زوجا رو به زوجا ببره دومی هم زوجا رو به زوجا ببره ترکیبشون هم زوجا رو به زوجا ببره یا مثلا شما آرکن رو در نظر بگیرید این رو به عنوان یک فضای برداری بگیرید یعنی جمع و ضرب اسکالر بگیرید حالا اگه بخواییم تمام توارن های این ساختار رو در نظر بگیریم میشه تمام نگاشت های سطحی که خطی بودن یعنی این که جمع و ضرب اسکالر رو حفظ میکنن و یک به یک رو پوشا و یک به یک رو پوشا بودن به خاطر اینه که توارن باید یک کار برگشت پذیر باشه یعنی چون گروه نیاز به عضو بارون داره ما واسه همین هم هستش که یک دوی کوپوشا رو میذاریم وگرنه اگه یک دوی کوپوشا رو نمیذاشتید حفظ ساختار ترکیب دوباره ساختار رو حفظ میکنه بنابراین یه چیزی مثل گروهه که فقط عضو بارون رو نداره به این دو چیزا میگم مونوئید یعنی اینکه میتونید دوباره ترکیب بکنید ترکیب نگاشتای خطی خطی میشه ولی دیگه بارون نداره حالا میتونید یه مقدار بیشتر مثلا اینجا رو آرهن چیز کنید و بیایید مثلا ضرب داخلی هم روش بذارید حالا اون نگاشته خطی میشن از آرهن به آرهن که ضرب داخلی هم حفظ میکنن در واقع یعنی طول و زاویه رو باید حفظ بکنن این نگاشته دیگه و چون حفظ طول نتیجه میده که یک به یک پوشا بودن از این ساختاره در میاریم بعضی وقتا ساختار اینقدر رو ریجید هست
که حفظ اون ساختار مجبور میکنه نگاشتون رو که یک بگو بیشه باشه. مثلا اینجا اگه یه نگاشت خطی داشته باشین که ذره داخل رو حفظ کنه حتما یک بگو بیشه میشه. این واضح هست؟ چرا یک بگو بیشه میشه که ذره داخل رو حفظ کنه؟ چجوری میشه چکتی نگاشت خطی یک بگی؟ باید ببینیم که تنها چیزی که به صفر میره صفره، یعنی کردنش بدیهیه. این اگه یه بردار رو به صفر ببره چون طول رو حفظ میکنه اون بردار مجموع طولش صفر بوده باشه، بردار با طول صفر هم خب صفر داره، یعنی تنها صفره که میتونه به صفر ببره. حالا نگاشتایی که ساختار رو تو گروه حفظ میکنن بهشون هومورفیسم میگن. مثلا اگه جی یک و جی دو دو تا گروه باشن یه تابعی از جی یک و جی دو که ساختار گروهی رو حفظ کنه بهش میگن هومورفیسم یا همریزی. اونم اینه که اف جی یک جی دو F G F G. توجه کنید که این نقطه ای که اینجا گذاشتن مربوط به یکی گروهه، این نقطه ای که اینجا گذاشتن مربوط به یکی گروه، یعنی عمل گروه به گروه مربوطه مربوطه دیگه. پس این ضربی که اینجا گذاشتم مانه اینه، این تصویرش تو اینجا زندگی میکنه، بنابراین ضربی که باید تعریف کنیم که رسیم. و اگر دقت کنید گروه به غیر از ضرب وارونگیری و عضو فونسا هم داره، فقط اگه ضرب رو حفظ کنه وارونگیری و عضو فونسا هم حفظ خواهد کرد. نتیجه است من میتونستم تعریف همریختی رو افزایش بدم، بگم که مثلا عضو فونسا اینو ببره به عضو فونسا و وارون رو ببره به وارون، ولی لازم نیست این شرط های اضافه رو بذارن. این یه دونه شرط اونها رو نهیجه میدن قضیه میدن. مثلا چجوری مثلا چک کنیم؟ مثلا عضو خونسا رو بگیرید افه یک افه یک چه افه یک اینجا ما پس افه یک چه افه یک زبطر افه یک چون تو گروه ها میتونیم حذف انجام بدیم، این رو حذف بکنید در میاد که همین استدلال رو میتونید واسه عضو بارون به کار ببرید و از این نتیجه بگیرید که F G بارون میشه F G. این یکایی که داخل پرانتز همه یکی هست، این یکی اینجاست فرق کنه. چه؟ منظورت از اینکه ساختاری گروه حفظ بشه دقیقا چیه؟ یعنی که دو چیز ساختار چیه؟ تو گروه چی؟ چه چیزایی داریم؟ میتونیم ضرب بکنیم، میتونیم وارون بگیریم، واسه خونسا داریم دیگه. نگاشتی که ضرب رو حفظ میکنه، یعنی ضرب رو میبره به ضرب، یک رو میبره به یک و بارون رو میبره به بارون. این تمام چیزایی که تو گروه داریم وقت الان مثلا اگه بتونم نگاش بتونم گروه باشن که مثلا این اتفاقشون بیفته یا همون اصلا گروه نیستن این اتفاقشون بیفته، نگاش هست که این خاصیت رو داره یا نداره. من میخوام اینکه تو خود بتون گروه وقتی با هم هم ریخته از این واقعا این هم هم ریخت این روزو نداره ایزومورفیزم نیست ها، میتونه هر بین هر دو گروهی هم نگاشتی باشه. مثلا میتونید همه چی رو ببره به یک. خب نگاشتی که از یه گروه به یه گروه دیگه است که همه عناصر رو ببره به یک، این تریس یه همریختیه. یعنی بین هر دو تا گروه حداقل یه دونه همریختی هست، اونم همریختیه که همه عناصر رو ببره به یک. هر دو تا گروه مختلفی که در نظر بگیریم مثلا حالا اگه بخوایم
تقارن یک گروه ها رو در نظر بگیریم، یعنی آنتومورفیسم های یک گروه چه تقارن های چی؟ من گفتم که هر ساختاری که من بدی تقارن های اون ساختار خودش یک گروهه، بنابراین تقارن های جی خودش یک گروهه. این در واقع اون نگاشته یک به گروه پوشاییه که پوشان باشه به ای هم اصطورت پوشان باشه کی باید پوشان باشه؟ ایفه هم اکنون ها باید یک به پوشان باشه برای هم بسید نه برای ایزومورفیسم باید یک به پوشان باشه. آها برای یک چیزی باشه، برای یک. خب پس این میشه تمام چند تا مثال از همریختی بزنید. تابع دترمینان از گروه ماتریس های اندرن بارون پذیر به گروه ضربی اعداد ناصف یه همریختیه. این در واقع بیان این خاصیت مهم دترمینانه که دترمینان حاصل ضرب دوتا ماتریس میشه حاصل ضرب دترمینان. نیازی نداشتم که به ماتریس های بارون پذیر خودم رو محدود کنم. دترمینان واسه هر ماتریس اندرینی تعریف شده و این خاصیت دترمینان فقط واسه ماتریس های بارون پذیر نیست که درسته، ولی اگه من همه ماتریس ها رو در نظر میگرفتم با عمل ضرب این مشکل داشته که گروه نمیشد. ما همریختی رو بین گروه ها فقط در نظر میگرفتم.
ماتریس های NDL ها با عمل زر غرور نمیشه چون همه شون بارونپذیر نیستن، فقط اونایی که بارون دارن غرور میشن. اگه اینجا بخواییم مثلا یک کم ریختی دیگه درست کنیم، میتونیم دترمینان رو به یک توانی برسونیم. مثلا نگاش که آ رو میفرسته به دترمینان آ به توان 5، اینم یک کم ریختی. میشه پرسید که کم ریختی هایی دیگه هستن به غیر از توان هایی دترمینان؟ من خیلی نشستم اینو حل بکنم، ولی حدسم اینه که اگر حداقل نگاهشی که پیوسته فرض کنیم فقط توانایی دترمینان هستن که می خواست سلسل بکنم. می تونید به عنوان تمرین نسبتا سخت روش بکنید که چرا فقط، یعنی حالت خیلی خیلی خاصش این میشه که یه نگاهش داریم حالا دیگه N1 باشه از R منهای صفر به R منهای صفر ضرب رو حفظ. نگاشت f x مساویه با x به توان r داره این خاصیت هست، تو نگاشت قد مطلق هم داره این خاصیت هست. پس من قد مطلق دترمینان هم باید به عنوان اگه یه مقدار جبر خطی بدونید، اولین چیزی که در مورد این همریختی درسته اینه که فقط به مقادیر ویژه ماتریس یه جورایی مربوط میشه. یعنی اینکه اگه دوتا ماتریس با هم مزدوج باشن باید مقدار این همریختی بشون یکی بشه. چرا؟ FS A S بارو رو بخواهیم حساب کنیم میشه F S F A F S بارو، ولی اینجا ضرب داره توی R انجام میشه، بنابراین ما میتونیم اینو با این حذف بکنیم. اینجا نمیتونیم این کار انجام بدیم چون ضرب ماتریس جا به جایی نیست، ولی اینجا نمیشه. پس مثلا اگه یه ماتریسی قطبی پذیر باشه فقط اون مقادیر جیبش هستن که اثر داره توی مقدار تابع برمون ما. اگر مجموعه همریختی های از جی یک به جی دو رو اسمشو بذاریم هام جی یک و جی دو، سعی کرد که اینجا یه ساختار ضربی آدم تعریف بکنه ببینیم آیا موفق میشیم یا نه. مثلا اگه به من دو تا از این هومورفیسم رو بدی G1 به G2، من میتونم H رو تعریف کنم HX باشه مثلا FX ضرب در G. به حال مقادیر F و G داخل گروه G2 هستن، بنابراین قابل ضرب کردن. پس من میتونم HX رو تعریف کنم FX ضرب در GX و یه نگاهی به دست میده به من از G1 به G2. ولی
اگه بخواید چک کنید که آیا این هم ریختی هست یا نه، به یه مشکلی برمی‌خورید. مشکل چیه؟ بذاریم بنویسیم. اچه ایکس وای باید باشه اچه ایکس ضرب در اچه وای. این شرط هم ریختی بودن دیگه. خب اچه ایکس وای میشه چی؟ میشه اف ایکس وای ضرب در جی ایکس وای. این چیه؟ این هست اف ایکس جی ایکس ضرب در اچه وای دراشه اف وای جی وای. حالا اگه از هم ریختی بودن استفاده بکنید میشه که اف ایکس اف وای ضرب در جی ایکس جی وای مساوی با اف ایکس جی ایکس اف وای جی وای مساوی نیست. اینو با این حذف بکنید، اینم با این حذف بکنید میشه اف وای ضرب در جی ایکس شده جی ایکس در فرده که باشه. این شرط همواره برقرار نیست. ولی اگر جی دو آبلی باشه برقراره. خوش تعریف است، یعنی اینکه ضرب دو تا عنصر این دو دوباره باید این دو باشه، یعنی بسته است بشه. در اون صورت اگه جی دو آبلی باشه این ضرب این مجموعه رو تبدیل می‌کنه به یک گروه و در واقع این گروه آبلیه. چون اگه من جی رو با اف ضرب بکنم فرقی نداره با اینکه شکل با جی ضرب بکنم و فرض کردن جی دو آبلی. پس این یک ضرب آبلی است. حتی بدون فرض اینکه جی یک آبلی باشه، فقط به فرض آبلی بودن جی دو، این یک گروه آبلی توی مجموعه یک ضرب آبلی توی مجموعه کامل جی یک و جی دو. که من از شما میخوام چک کنید که این در واقع در تمام خواص گروه آبلی صرف. الان بارون رو بخواییم بگیرید مثل اینه که بیاییم تصویر رو حساب کنیم بعد بارون بگیریم. بذاریم یه مثال دیگه بزنیم. جی رو یه گروه بگیرید. در این صورت شما ضرب مستقیم رو میدونید دیگه نه؟ جی ضرب در جی هم مثلا الان یه گروه. این جی ضرب در جی عناصرش هستش جی یک و جی دو هایی که جی یک و جی دو توی جی هستن. ضرب دکارتی این دو تاست و ضربشون هم معلفه به معلفه ضرب تعریف میشه. اگه بخواید این رو در جی یک پریم جی دو پریم ضرب بکنید میشه جی یک جی دو جی یک پریم ضرب در جی دو جی. این یه ساختار ضربی تعریف میکنه روی گروه جی. جی زرده چیز، مجموعه جی زرده چیز.
من لزومی نداشت که اینجا فرض کنم این دو تا مؤلفه یک گروه هست. میتونستم همین کار رو واسه هر دو تا گروهی انجام بدم. از دو تا گروه یک گروه جدید بسازم که بهش میگن ضرب مستقیمی. حالا یه نگاشتی هست از جی زد در جی به جی که چیه؟ عمل گروه. میشه پرسید که آیا این نگاش یک همریختیه یا نه؟ اینو همینجوری نمیتونستم بپرسم. اول باید این رو تبدیل به یه گروه میکردم، بعد حالا این نگاش دارم بین دو تا گروه میتونم بپرسم آیا این نگاش همریختیه یا نه؟ نظر شما هست؟ ولی اگه آبلی باشه این کم
میدونستم اولیش رو میدونست کنم. این اولا یک نگاشت یک برکو پوش هاست از جی به جی. چرا یک برکو پوش هاست؟ باید چک کنیم دیگه. یک برک بودنش جی اکس جی بارون اگه باشید جی اکس کریم جی بارون میتونیم در رو حس بکنیم نهچه بگیم که ایکس بسیم ایکس کریم. پس دو تا چیز که به یه عنصر برن باید با هم مساوی باشن. یعنی یک به یک پوشا بودن چرا؟ باید بتونیم حل بکنیم. اگه وای رو من بدیم من باید بتونم یک ایکسی پیدا بکنم که تصویر ایکس بشه اون وایه. خب این هم میتونیم حل بکنیم دیگه. طرف این رو در جی بارون از سمت چپ و در جی از سمت راست سر بکنیم ایکس میشه جی بارون وای جی. بذار این ایکس خاص اگه بذارید این تو نتیجه میشه وای. وای دلخواه بود. یعنی هر عنصری که من این تو بگیرم یه چیزی هستش که بهش میره. و هومومورفیس بودنش هم دوباره باید نوشت چک بشه. اگه اسم این نگاش رو F بذارید باید بگم که FXY آیا مساوی میشه با FXY سر اعتبار؟ خب FXY میشه GXY جی بارون، این میشه جی ایکس جی وارون، این هم میشه جی وای جی وارون. حالا اتفاق این یفته اینه که من میتونم این رو حذف بکنم چون جی وارون زد در چی میشه همانی. همانی هم که هیچ اثری نداره تو زد با به تصالی برسن. دقت کنید که من هیچ وقت پرانتز و اینا نمیذارم. دلیلش اینه که کوره ها شرکت پذیر هستند. بنابراین پرانتز گذاری اهمیتی نداره. هرجوری پرانتز ولی خب شرکت پذیری مهمه. بعد من نمیتونستم این کار رو کردم اینجا کردم. پس این یک ریختیه. پس یه عنصریه از گروه تقارن های چی یا اتومورفیزم های چی. پس ما یه نگاش داریم. بذاریم من اسمشو بذارم F چون تابعیه که با استفاده از این جی خاص تعریف شده. یه نگاش داریم از جی خاص جی که این جی رو میفرسته به F. این نگاش نه یک به یک نه پوشا دارم بکنیم. مثلا اگه یک گروه فابلی باشه همه این جیهای مختلف فقط به شما نگاشت همانی رو میدن. هیچ چیزی غیر از همانی رو به شما نمیدن. چون اگه گروه فابلی باشه این دوتایتون با هم هست میکنه. پس این نگاش یک به یک نیست و پوشا هم نیست دیگه. چون در حالت کلی فقط که نگاشت همانی اتومورفیسم گروه نیست. توی گروه های آبلی مثلا توی زد حالا ما حساب میکنیم اتومورفیسم های زد رو ولی حداقل ایکس میره به منفی ایکس هم یه اتومورفیسم داره. جمع رو حفظ میکنه. زد با عمل جمع یک گروه هست. زد ایکس میره به منفی ایکس جمع رو حفظ میکنه دیگه. یک ولی خب این نگاش با اینکه یک به پوشا نیست ولی یک همپیشتیه. یعنی اینکه این نگاش جی به آت جی اینا هر دوتاشون گروه هست. این نگاش ساختار گروهی اینجا رو حفظ میکنه. این نیاز به چک کردن داره چون به نظر من خیلی هم بدیهی نیست. پس اسم این نگاش رو چی بذارم؟ باید چک کنم که فی جی جی پریم میشه فی جی.
حالا اینجا یه مقدار مشکله دیگه، برای اینکه باید بگیم که F G G string میشه F G F G. خب حالا باید چجوری بگیم دوتا تابع با هم مساوی هست؟ رو همه مقادیر باید مساوی باشن. پس باید من چک بکنم برای همه X ها این تساوی برقرار. خب چک بکنیم این تساوی اینجا میشه جی جی پریم ایکس جی جی پریم بارون. این ضرب رو باید دقت کنیم، یه خود فکر کنیم ببینیم چی بود. ضرب تو تقارن ها این بودش که ترکیب بکنیم، یعنی اول مقدار ایکس رو تحت این تقارن پیدا بکنیم، هر چی شد این رو روش اثر بدیم. پس این میشه اف جی جی پریم ایکس جی پریم بارون و این هم میشه جی جی پریم ایکس این بارون جی بارون. پس اگه این رو حذف بکنیم از این تساوی، چیزی که باید چک بشه اینه که جی جی پین بارون مساوی است با جی بارون جی پین بارون جی بارون. این احتمالا چک کردیم دیگه تا حالا تو ماتریس ها احتمالا تو جبه خطی میدیم، ولی این یه سو ساده ایه. برای اینکه چکش بکنیم باید بگیم که این رو در جی جی پریم اگه ضرب بکنیم میشه همانی، چون عضو بارون یکتاست. بنابراین این که عضو بارون جی جی پریم، اگه این هم عضو بارون جی جی پریم باشه جفتش رو با هم مساوی هم از جی جی پریم اگه در جی جی پریم بارون چه بارون ضرب بکنیم باید بشه همانی. این دوتا میشن همانی، بعد این دوتا هم میشن همانی تصدیق میشه. پس این اوتومورفیسمه من فکر میکنم اگه من اینورس رو اینجا گذاشته بودم مشکل ایجاد میشد، یعنی اگه به جای این تعریف اینجا گذاشته بودم جی وارو ایکس جی، باید جای این دوتا رو عوض میکردم. یه اوتومورفیسمی بودش که یه ذره مشکل داشت. این رو من فکر میکنم خواهی کوچک بکنم بعد نباشه. من هم استوری فکر کنم هر چه مشکلی باشه چرا اینطوری میگی؟ بس انجام بده. من میگم فقط هر جی میشه جی بارون میگه درسته؟ درسته؟ یعنی جی میشه جی بارون، اون جی بارون میشه جی بارون. چه سازشون میگه؟ جی ای کو جی ای کو جی میگه اصلا همین باشه. شما میگم چی میگم؟ شرط بندی میکنید؟ تعریف اف جی رو الان اولی رو بارون بذارم ببینیم چی میشه. میشه جی جی پی بارون ایکس جی جی پی مساوی است با اف جی اثرش رو این جی پی بارون ایکس جی پی که این میشه جی بارون جی پریم بارون ایکس جی پریم جی. حالا اگه اینا رو حذف بکنید میشه جی جی پریم بارون مساویه با جی بارون جی پریم بارون. این غلط سه حذف بکنید. باید چک کنیم جی پریم بارون جی بارون ایکس جی جی پریم مساوی این. این درست نیست به این یه اوتومورفیسم کج ولی اگه من جایی را عوض کرده بودم مشکلی پیش نمی‌آمد. یعنی بگم که پی جی جی پی میشه پی جی پی زد در پی جی شما هر موقع یک گروه به من بدید من میتونم یک گروه جدید ازش بسازم
که ضرب رو جاش رو عکس کنم. یعنی اگه بخوایم جی رو در جی پیم ضرب بکنیم، مثل اینه که جی پیم رو در جی ضرب کرده باشیم، جای این دوتا رو عوض کنیم. اینو اگه به تعریف کنید بازم یه گروه خواهد شد، ولی این یعنی که این گروه رو باید تدش کنیم. خب پس یه هومورفیسم یه کمریختی از جی به آلت جی داریم که نه یک بریک نه پوشا. بذاریم ببینید چه چیزی باعث میشه که یک بریک نباشه. یعنی ببینیم که کرنل رو که دکتر ششنی درس داده نه؟ هسته رو درس هسته رو بسته ببین هسته نگاش چیه؟ هسته هر چقدر بزرگتر باشه از یک بریک بودن دورتره. هسته اگه فقط یک تک نقطه‌ای باشه اون وقت یعنی یک بریک. یعنی میخوام ببینم این یک بریک هست یا نه، باید ببینیم هسته چیشه. خب هسته یعنی چی؟ یعنی چیزایی که به یک میرن. اف جی کی یک میشه. خب یک یعنی چی؟ یعنی همانی. یعنی که جی ایکس جی بارون کی میشه ایکس برای همه ایکس ها. یعنی اینکه جی ایکس ضرب بر ایکس مساوی بشه با ایکس جی برای همه ایکس ها. این عناصری که از گروه با همه چی جا به جا میشن یه زیر مجموعه ای از گروه هست. به حال یه سری عناصر که خاصیتی دارن، یه زیر مجموعه از گروه میشه راحت چک کرد که در واقع زیر گروه هم هستن. یعنی اینکه اگه دو تا همچین عنصری رو در هم ضرب بکنی بازم نتیجه با همه چی جابجا میشه. ولی یک که این تو هست چون یک طبق کلی با همه چی جابجا میشه. ولی اگه جی با همه چی جابجا بشه، جی پریم با همه چی جابجا بشه، حاصل ضربشون هم با همه چی جابجا میشه. خیلی راحت دیگه. هم بگیم جی پریم با همه چی جابجا میشه. از شرکت پذیری استفاده کنید، یه بار از این رد میشه یه بار هم از این رد میشه، از کلش رد میشه. این زیر گروه رو بهش میگم مرکز، با زد جی نشون میدن. یعنی اگر تنها عنصری که با همه چی جابجا میشه همانی باشه اون وقت این نگاش یک به یک. ولی اگه چیزی غیر از همانی با همه چی جابجا بشه نگاش یک به یک نخواهد. شما آیا مثالی دارید از گروهی که فقط همانی باشه که با همه چی جابجا بشه؟ یه متغیر برو آزاد تو دیشه با یه متغیر زده.
زد خب همه چی با همه چی جابجا میشه. مثلا بورا آزاد تو بورا آزادی که با یه دونه عضو تولید میشه اعداد تعداد صحیحه. دو تا باشه زیاد سخت نیست برای ماتریس ها. چک بکنید که اگه یه ماتریسی با همه ماتریس ها جا به جا بشه حتما یک مذهبی از همانیه. ماتریسی که همه جا صفر فقط تو یک دونه درایه یک داره رو در نظر بگیریم، مثل صفر آیوم و ستون جیوم. این رو اگه از این بر ضرب بکنی یا از اون بر ضرب بکنی فرق میکنه. و این رو اگه چک بکنی نتیجه میشه که ماتریس باید قطبی باشه. بعد اون ماتریس های قطبی میتونیم بحث بکنیم صورت نتیجه که ماتریس باید همه درایه های قطبش مساوی باشه، بنابراین باید مذهبی از همانی باشه. حالا ببینید اگه من بیام مثلا این دیوی رو در نظر میگیرم، ماتریس های n در n با دترمینان یک تنها مضرب همانی که تو این گروه هست چیه؟ خود همانی. یعنی این یه مثالی از یه گروهیه که فقط همانی هستش که با همانی جا به جا میشه. چون اگه یه ماتریسی مضربی از همانی باشه، مثلا اینجا دترمینانش هم یکی باشه، یعنی آ به توان n یکه ولی آ حقیقیه، بنابراین باید فرد باشه. اگه n زوج باشه منفی یک هم کار میکنه. پس SL2 R کار نمیکنه. SL3 R یه مثال که گروهیه که تنها یکی که با همه جا میشه. به تصویر این پس گفتم این پوشا نیست. همواره پوشا نیست. مثالش هم مثلا کی رو بگیریم؟ Z تو این حالت FG ها همه شون همانی هست، درسته؟ FG ها گیارتون باشه یعنی بارمون. اگه گروه آبلی باشه این همانیه. پس تصویرش فقط یه نقطه است، یه گاشت همانی. ولی اتومورفیسم های زد نمیشه حساب کرد. اتومورفیسم های زد یا همانیه یا قرینه کردن، یه گروه دو عضوی میشه.
من برای اینکه بدونم F چیه، من کافیه بدونم F1 چیه. چرا؟ چون هر عدد دیگه‌ای به من بدید، اگه مثبت باشه جمع M تا 1ه، خب میشه F1 بعدو F1 M باش. من F1 هم میدونم چیه. و اگه منفی باشه، میشه منفی F N، و دوباره میشه منفی F1. پس من اگه بگونم F1 چیه، این نگاهش مشخص میشه. و در واقع F1 هر عددی هم دلتون بخواد میتونه باشه، چون میتونید تعریف کنید نگاهش دیگه N رو داره به N ضرب داره یه عدد R مثلا. به راحتی میشه چک کرد که این هم ریختیه، چون FN برابر M میشه N برابر M ضرب داره R، میشه NR برابر MR، میشه FN برابر. پس در واقع تمام همریزی های از Z به Z یکی میشن با خود Z. حالا باید ببینیم از این نگاشتایی که N رو میبرن به N آن کدوم هاشون کوچه هست. خب مضرب های چه عددی همه اعداد هستن؟ مضرب های سه که همه اعداد نمیشن، میشن فقط مضرب های سه. مضرب های یک و منفی یک هستن که همه اعداد میشن. پس تنها دو تا حالت هستش که ما کوشایی رو میگیریم، یکی اینی که همه چی رو ببره به خودش که در مورد نگاشت همانیه، یکی هم که همه چی رو ببره به قرینه خودش. این هم بفهم برای اینکه ما گفتیم که همریختی وارون هم حفظ می‌کنه. این در واقع یه درس خوبیه که داشته باشیم که اگه بخواید یه همریختی رو ببینیم یه گروه چی میشه، کافیه رو مولدای گروه قدارش ببینیم، بعد همه جا مشخص میشه. بچه رو مولدای گروه معمولا هر عدد دلخواهی نمیتونیم ببینیم، توی حالت زد تونستیم بگیریم چون زد آزاده، ولی اگه یه رابطه ای رو اون مولد بود، مثلا اگه مولد سه بار با خودش جمع کرد که میشد سه، اینجا باید مولد به یه چیزی میرفت که سه بار با خودش جمع بشه بشه سه، ولی نمیشه به هر جایی داره بود بخواد نرازه بشه. ولی حداقل اگه مولد رو بدونید به حال مشخص میشه دیگه، همه جا مشخص. حالا میدید چه موادی ممکنه به مولد رو بگیره اون یه خدایی است. یعنی این مثلا متناهی اگه باشه هم بودی فقط همانیه چی متناهی باشه؟ اگه تعداد اعضای گروه متناهی باشه هم بودی فقط همانی میشه. از کجا به کجا؟ از گروه به خودش. یعنی این چرا؟ یعنی تو باید مولد رو ببر به یه چیزی بعد این تا اون این و این بار مولد اثر بکنه میره به همانی، این بعد این بار اثر بکنه به همانی، مجبور داریم به مولد چیزی دیگه داره. الان شما مثلا از ZN به ZN یا عالمه هومورفیس داریم، X رو ببرید به کاز داریم X، بعد اینا همانی هم به همانی میدارم، همانی اینجا صفره، این گروه جمعیه، صفر رو به صفر میبرم. بنابراین یک در مورد هر چیزی میتونه بره، چون هر چیزی اون خاصیتو داره. یک این یکه عضو همانی زد نیست، عضو همانی زد صفر، یک مولد زد، چون زد رو تو عمل ضرب در نظر نمیگیم، با عمل ضرب گروه نمیشه اصلا. چرا گروه نمیشه؟ مقبول نمیگیم. خب پس ما کاری که کردیم که نگاهش که از اینجا به اینجا داشتیم به اسم فی جی رو میفرستاد به اف جی که
کرنل فی یا هسته فی رو حساب کردیم شد زده جی اون جی هایی توی جی که با همه چی جا و جا میشن تصویر جی یا ایمیج جی ببخشید فی یه زیر گروهی از آتومورفیسم های جیه به این زیر گروه میگن اتومورفیسم های داخلی یا اینر اتومورفیسم قضیه ثابت کرده تو کتاب من هم ثابت میشون کنم این چیزها رو دکتر ششنی گفته یا نه؟ این رو باید مرفوز کنم گفته؟ پس این قضیه شم بینیمیسیم برای این اسپورتشون ایمیج فی یک زیر گروه نورمال از اتومورفیسم های جی هست بنابراین می توان گروه خارج قسمت اتومورفیسم های جی تقسیم بر ایمیج بی را در نظر گرفت این گروه گروه اتومورفیسم های خارجی یا آرتجی تو حالتی که گروه کامل باشه یعنی که این ایمیج همه اتومورفیس باشه این در واقع گروه بدیهی تجزیه میشه مثلا توی SN که N2 و 6 نباشه این گروه بدیهیه ولی واسه گروه های اگه گروه مثلا جا به جایی باشه این هم اتومورفیسم های جیه چون در واقع تنها اتومورفیسم اینر یا داخلی همانیه یا همه همانی میدن این هم پس این موضوعی حالا ما میتونیم الان ساعت 4 ساعت 10 دقیقه استراحت داشته باشیم و بعد من ادامه بدم ساعت 4 و 20 دقیقه پایین ساعت 4 دقیقه استراحت